بسم الله و الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا فارهبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم و لا تكونوا اول کافر به و لا تشتروا بآیاتی ثمرا قلیلا و ایایا فتقون. بعد از بیان اون اصل کلی که هدایت به وحی که تنزل کرده است، مردم دو اسمن، اونها که تابع وحی الهیان از خوف و حزن مسونن و اونها که وحی الهی را تکذیب کردن گرفتار عذاب خواهند شد. اونگاه نحوه اطاعت از وحی را بیان میکنند. جریان بنی اسرائیل را مبسوطا در این سوره و سایر سور بازگو میکنند که اونها چگونه از پیروی وحی خدا سر باز زدن و چگونه گرفتار عذاب الهی شدن. این که وعده داد فرمون به این که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم یحزنون، یکی از آثار تبعیت هدایت خدا آن است که انسان از خدا بترسد. همین خدایی که به ما فرمود اگر تابع وحی شدید هیچ ترسی ندارید، همین خدای سبحان به ما فرمود که از خدا بترسید. معلوم می شود ترس از خدا جزء ما جا به الوحی است، جزء دستورات الهی. چون در این کریمه فرمود و ایای فرهبون، این کلمه و ایای فرهبون نه تنها مفید حسر است، بلکه حسی که از ایای فرهبون استفاده می شود بیش از حس و تأکیدی است که در ایات نعبد و ایات نستعین استفاده می شود. در ایات نعبد از اون جهت که ضمیر فصل مفعول شد و مقدم شد مفید حسر بود، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما در اینجا گذشته از این که ضمیر فصل مفعول است و مقدم، یک ها روی فعل ذکر شده و یک کسره هم که علامت حذف یاست در اینجا آمده. فرمود و ایایا فرهبونه، یعنی فرهبون نی، که دو جا سخن از یاد خود مطرح میکند. در مسئله ایاکه اگر این چنین گفته میشد ایاکه نعبد و که و ایاکه نستعین و که، وزان اون آیه با وزان این آیه یکی میشد فی الجمله، زیرا در اونجا دو بار سخن از خدا بود، در اینجا هم دو بار سخن از خدا، یکی ایاکه یکی فرهبونه، که این کسره نشانه حسیات. اما در اینجا در این آیه دو جا سخن از خدا، در اون آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین یک جا، فقط یک جا که ضمیر فصل است میگوییم ایاک نعبد. در اینجا نمیگوییم ایای فرهبون، میگوییم ایای فرهبونه، یعنی ایای فرهبونی. پس دو جا سخن از خدا در این آیه و در اون آیه یک جا سخن از خدا. گذشته از این که این فا که در صدر این فعل امر ذکر شده است، گفتن جواب یک شرط محذوف است، یعنی اگر شما بخواهید بترسید از خدا بترسید. اگر اهل ترسید، تنها ذاتی که شایسته آن است انسان از او بترسد خداست. پس این سه خصوصیت را جمله مبارکه و ایای فرهبون دارد که دو خصوصیتش مخصوص خود اوست و در ایاک نعبد نیست، یک خصوصیت که همون ضمیر فصل مقدم هست در ایاک نعبد هست و اینجا هست، یعنی از غیر خدا نمی ترسن. اون بحثش قبلا گذشت که از غیر خدا هراسناکن، اما همین خدای سبحان فبود ولی من خاف مقام ربی جنتان، یا اما من خاف مقام ربی و نه النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبود از مار نترس، از من باید بترسی. لذا انبیان میگفتن به این که ما اگر فرمان الهی را درست ابلاغ نکنیم از خدا میترسیم، یعنی لدی مرسلون، از غیر من نمیترسن، نه از من نمیترسن. اگر کسی از خدا نترسد که رسول نیست. یا موسی اقبل ولا تخف، چرا؟ اینی لا یخاف لدی المرسل، این دلیل است برای نهی خوف از مار.
وگرنه اگر کسی از خدا نترسد که رسمتی رسول نمی رسد. اما این که فرمود به عهدم وفا کنید، عهد از اون جهت که یک پیمان طرفینی، یک طرفش به معاهد بسته است، یک طرفش به متعاهد، خدای سبحان این عهد را هم به خود نسبت می دهد هم به قوم و بنی اسرائیل. فرمود به اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. این دو عهد نیست، دو عقد نیست، بلکه یک عقدی است که بین موجب و قابل است، یک طرفش معاهد، طرف دیگرش متعاهد. نظیر بیع که بین بایع و مشتری است، نظیر صلح که بین مصالح و متصالح است. و این عهد را هم قرآن کریم در موارد فراوان بیان فرمود که خدای سبحان از بنی اسرائیل چه عهدهایی را گرفته است. در همین سوره بقره آیه 83 این است که وز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اما ما پیمانی که از بنی اسرائیل گرفتیم این است که جز خدا احدی را نپرستید، که این نفی است و بدائی نهی بیان شده است. و به والدین احسان کنید، به ارحام احسان کنید، به یتاما و مساکین احسان کنید، با مردم خوش برخورد باشید، خوب سخن بگویید و مانند آن. این عهدی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفت. در آیه 84 همین سوره فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. فرمود ما از شما تعهد گرفتیم خونریزی نکنید، کسی را تبعید نکنید، کسی را از شهرش بیرون نکنید و مانند آن. اینها عهود الهی است که از بنی اسرائیل گرفته شده. چون که در سوره آل عمران آیه 187 هم سخن از اخذ میثاق اهل کتاب است، چون بنی اسرائیل هم شامل یهود می شود هم شامل نصارا، چون که اهل کتاب شامل اونها هم خواهد شد. فرمود و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. این پیمان تقریبا مربوط به علما و دانشمندان اهل کتاب است. فرمود خدا از شما پیمان گرفت اون که در تورات انجیل است کتمان نکنید، این مفسر خوبی باشید، هر که در تورات انجیل است برای مردم بازگو کنید و کتمان نکنید. و در سوره نساء هم باز جریان اخذ پیمان اهل کتاب مطرح است. اولا این آیات یک جا نازل نشد، ثانیا نظم این بحث آن است که بیان صغرایی از درباره اصل کلی در صدر آیه گفته شد، به این که خدای سبحان وقتی آدم و حوا و شیطان رو به زمین احباط کرد فرمود به این که شما با یک دیگر دشمنید، یک، و عمرتون هم موقت است، دو، بدون وحی هم نمیتوانید راه به مقصد ببرید، سه، وحی می آید، هر کس تابع وحی بود از خوف آینده و حزن آینده مسئول است و هر کس تکذیب و کفر ورزید گرفتار عذاب خواهد شد. این اصل کلی اونگاه جریان بنی اسرائیل ذکر میکند که بنی اسرائیل گرفتار تکذیب و تکفیر شدند، تکذیب کردند و کفر ورزیدند و پایانشون عذاب علیم بود. این نمونه از اون اصل کلی. باز به اهل کتاب در سوره نساء آیه 47 کتاب میکند یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. این تقریبا مناسب است با آیه بعدی که بعد بحث است در پیش داریم و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. در سوره مائده وقتی جریان اخذ میثاق بنی اسرائیل ذکر می‌فرماید آیه 12 این است، می‌فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة. ما پیمان گرفتیم و به اونها گفتیم اگر شما مطیع دستورات الهی باشید ما با شمایی، از نصرت خاص ما برخوردارید. و همچنین در سوره مائده آیه 70 باز اخذ میثاق بنی اسرائیل رو مطرح میکند،
میفهمد لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که در برابر وحی تابع باشید و هر وقت پیامبری فرستادیم اینا رو یاد درو کشتن یه درو هم تکذیب کردن، که این ناظر به همون والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون خواهد بود. بنابراین اون چه که به عنوان اخذ میثاق یاد شده است در این آیه سوره مبارکه بقره در سایر سور او تبیین فرمود، چه این که باز در همین سوره اعراف آیه 169 می‌فرماید ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا جز حق نگویند. بعضی که جریان بنی اسرائیل رو مبسوطاً بازگو می‌کند می‌فرماید فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ویقولون سیغفر لنا وإن یأتهم عرض مثله یأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق فدرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. که با بحث ما سازگار است، یه سلسله پیمان مشترک از همه بنی اسرائیل گرفت، یه سلسله پیمان خاص از علمای بنی اسرائیل گرفت که مبادا کاری کنن که تورات تحریف بشود. این پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت مشخص فرمود که عبادت خداست، احسان به والدین است، احسان به ذی‌القربی و یتاما و مساکین است، احسان به مردم است که قولوا للناس حسنا و مانند آن، و عدم سفکدما و نظائرا. پیمانی که از علمای اهل کتاب گرفت آن است که این به کتاب درست عمل کنند و درست تفسیر کنند و تبیین کنند و چیزی را کتمان نکنند. در آیه سوره اعراف فرمود ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا خلاف عمل نکنن و جز حق نگوین. اینا کتاب و درس می دادن، درس می خوندن، اما در موقع بیان کردن برای مردم کتمان می کردن. فخلف من بعدهم خلفون که ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى. قرآن کریم این حیات زودگذر را دنیا می داند. دنیا از دنوب و نزدیکی نیست، از دناعت و پستی، چون از این پستر دیگر عالمی نیست. از دنیا بگذریم عدم است، نه این که از دنیا بگذاریم یک نشعه دیگری نازلتر از این. نشانه این که دنیا از دناعت است نه از دنوب اینه که در این آیه فرمود به این که اینها به فکر متای این ادنای هم عرض حاضر ادنا، یعنی این متای پست اونها را سرگرم کرده است که کتاب الهی را تحریف کرده. یا خوزون عرض حاضر ادنا و به این امید خام که خدا اینها را بیامرزد. و اگر یک متاع زودگذری هم مانند این ادنا نصیبشون بشود باز میپذیرن. علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق، جز حق نگویند. یعنی انسان همونطوری که موظف است تصدیق بدون تصور نکند، تکذیب بدون تصور هم نکند، جز حق چیزی نگوید. پس اینا پیمانهای عمومی و خصوصی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفته است. اونگاه در آیه محل بحث فرمود به این که و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهبون و آمنو به ما انزلتو مصدقا معکم ولا تکون اول کافرن به ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فرهبون. هم خطاب به توده بنی اسرائیل است، هم خطاب به علما، اما نسبت به همه بنی اسرائیل فرمود و آمنو به ما انزلتو، به قرآنی که من نازل کردن ایمان بیاوری، چون این قرآن همه حقایق تورات را دارد و اضافه. مصدقا لما معکم، نه اون چرا که شما برای مردم میگید، اون چی که در کتاب هست و در منزل نگه داشتید اون را قرآن تصدیق میکند، نه اون چرا شما برای مردم گفتید، اون چرا برای مردم گفتی تحریف کردید. در بعضی از بخشهای قرآن کریم است که خدای سبحان بر رسولش فرماید به اینا بگو الفتو به توراته فتوها این کنتم صادقین، خب اون تورات اصلی رو در بیارید بخونید ببینیم چی میگه، چرا اون رو کتمان کردید. این چی میفرماید فتو به توراته فتوها این کنتم صادقین، معلوم شاید بسیاری از مسائل در تورات بود و اینها برای مردم نمیگفتن. در بعضی از بخشهای قرآن آمده است که چرا اینا به سراغ تو میآیند و اندهما تورات فیها حکم الله، تورات پیش اینا هست، ما همین حکمی که در قرآن گفتیم در تورات هم گفتیم، چرا پیش تو میاد؟ و انده همو تورات فیها حکم الله، چرا روی کتمان میکنه؟
معلوم شود انگیزه تحریف بعد از ظهور اسلام پیدا شد. گذشته از اینکه در جریان وقت نستر رابطه تاریخی تورات با زمان نزولش قطع شد، ولی بعد از ظهور اسلام بسیاری از مسائلی که مربوط به وحی و رسالت و خاتمیت و امثال ذلک بود را تعریف کرده. در این آیه محل بحث خدای سبحان هم به توده بنی اسرائیل می‌فرماید به اینکه آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، چه علما چه غیر علما، هم به علما و احبار و رهبانشون می‌فرماید ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا، شما به این فکر نباشید که آیات مرا تحریف کنید برای متاع دنیا. گاهی در سوره اعراف می‌فرماید به اینکه یأخذون عرض هذا الادنا، گاهی در آیه محل بحث می‌فرماید به اینکه ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا. پس تعهد مشترک عتاب مشترک دارد، تعهد خاص عتاب خاص دارد، چون توده بنی اسرائیل که اهل تحریف نبودند، توده بنی اسرائیل به اون مسائل یاد شده تعهد سپردن. خدای سبحان اینها رو تهدید میکند که اگر شما ایمان نیاوردید گرفتار همون خلود نار خواهد شد. اما خواص از بنی اسرائیل را تهدید میکند که اگر شما به عهدتون وفا نکردید، به کتاب را تحریف کردید و درست تبیین نکردید، گرفتار عذاب الهی خواهید شد. پس این که فرمود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، هم ناظر به میثاق عمومی بنی اسرائیل است، هم ناظر به میثاق خصوصی که از علما گرفت، چون قرآن کریم هم میثاق مشترک بنی اسرائیل ذکر کرد، هم میثاق مخصوص علما را بیان کرد که علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق و درسوا ما فیه. لذا در این کریمه فرمود و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم، نه اون چرا که علماتون تحریف کردن قرآن او رو تصدیق کند معاذ الله، نه اونی که در منزل نگه داشتید و حاضر نیستید عرضه کنید او رو تصدیق میکند. نشانش آن است که اون کتابها را از مراکز عبادی بیرون بیاورید برای مردم بخوانید عرضه کنید ببینید قرآن همون رو تصدیق میکند یا نه. فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. اما این که فرمود مصدقا لما معکم، نه یعنی قرآن هر چه دارد در تورات هست، نه، بلکه هر چه در تورات هست در قرآن هست. نسبت تورات و قرآن نسبت عام و خاص مطلق است و منظور از عموم و خصوص اطلاق هم مفهومی نیست، سعه مصداقی، یعنی هر حقیقتی که در تورات و انجیل هست در قرآن هست. ولا اگر نشانش این است که خدای سبحان در عین حال که قرآن را مصدق تورات و انجیل می داند و مصدق عهدین میداند و کتبی که بر انبیاء گذشته ناظر شده است معرفی میکند، میفهمد به مهیمنا علی مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی. قرآن تنها مصدق نیست که هر چه در کتب انبیاء سلف بود قرآن همون را تصدیق کند و چیز تازه‌ای نیاورده باشد، بلکه قرآن مهیمن است، هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطه دارد و اشراف دارد، یعنی اونقدر از نظر معارف بلند است که هیمنه در همه کتب انبیا پیشین دارد. و اگر چون که مقام علمیش همسان کتب سلف باشد در صدح اونها فقط مصدق است نه مهیمن. این هیمنه داشتن، این سیطره داشتن جز به سعه وجودی این کتاب آسمانی نقاد بود. قهرن در قرآن حقایق و معارفی هست که در کتب انبیای سلف نقاد بود. این یک نکته. نکته دیگر همان است که در سوره صف بیان فرمود که عیسی مسیح سلام الله علیه می فرماید که مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. اللهم صل علی محمد. سوره صف وقتی جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را ذکر میکند میفرماید عیسی قومش را بشارت داد به این که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نام شریفش احمد است. آیه 6 سوره صف. این که فرمود به مبشرن به رسول یعطی من بعدی، بشارت مال جایی که انسان
منتظر یک خیر جدید باشد. اگر در قرآن مطلب تازه‌ای نباشد جز همان که در عهدین هست و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرف تازه‌ای نیاورده باشد مگر حرفی که عیسی مسیح آورده است، اینجای بشارت نیست. بشارت برای خیر تازه است. اگر در قرآن جز مطالب عهدین چیزی دیگر نباشد اینجای بشارت نیست. عیسی مسیح نمی فرماید من به شما بشارت میدم که بعد از من پیامبری میاد که همین حرفا رو که من گفتم اون میگوید. اینجا بشارت نیست. وقتی که میفرماید من بشارت میدهم یعنی یه خیر جدیدی رو به همراه میآورد، نه هر چه ما گفتیم همون رو میگوید. این گزارش است، این اعلام است، نه تبشیر. تبشیر یه اعلام خاص است. اگر آینده مثل گذشته در یک سطح باشد انسان نسبت به آینده اعلام میکند نه تبشیر. این که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود من مبشرم یعنی من چیزی نیاوردم که او می آورد و او چیزی می آورد که نه من آوردم نه انبیای سلف. لذا من به شما بشارت می دهم، نه تنها اعلام می کنم، نه تنها خبر می دهم. بنابراین همون هست، همین هست، همین کتاب عهدین هست. چون اونا معتقد بودن به این که این تورات الی یوم القیامه میماند، این زعم باطل که در بنی اسرائیل بود، بدا را در تکوین و نسخ را در تشریع منکر بودن، میگفتن تورات ما الی یوم القیامه هست و اگر آیندم همین مطلب را بیاید تکرار از چیز جدیدی نیست. بنابراین این که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود من مبشرم یعنی بعد از من خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیط و سنا مطلبی می آورد که من گفتم نه انبیا پیشین، من به شما بشارت می دهم. این نشانه آن است که قرآن مهیمن است، نه تنها مصدق. چه بشارتی اگر کسی بیاید که همه حرفا را دیگران گفتن؟ چه بشارتی کتابی بیاورد که همه شما دیدین؟ پس یه چیز تازه می آورد. اگر افضل است چون از این که مبشر است معلوم می شود او افضل است، از این که او مبشر است معلوم می شود رهاوردش از رهاورد انبیای دیگر افضل و اجل است. برای این اعلام است تبشیر. اگر گذشته مثل آینده باشد این اعلام است، و اما وقتی که آینده مثل گذشته نیست یک رهاورد تازه‌ای دارد اینجا جای بشارت است. بنابراین اگر در بسیاری از موارد فرمود که من مصدقم لما بین یده یا قرآن مصدق است، این هم صدهی قرآن با کتب انبیای سلف را نمی رساند تا معارض باشد با دلیلی که میاد قرآن مهیمنه بر کتب انبیا و انبیا به او بشارت دادن. اتفاقا همین طور هم است. در روایات ما هست که همه ائمه علیهم السلام در نوع فضائل و اصولی که مربوط به امامت است یکسانم، تنها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که از دیگران افضل است و خاتم الاوصیا. این خاتم الاوصیا بسیاری از حقایق به دست مبارک اون حضرت ظهور میکند که لیظهره علی الدین کله خواهد شد. گرچه همه ائمه در اون باطن ولایت یکسانند، اما هر کسی اون توفیقی را که خدای سبحانه به دست او اجرا کرد و دین به دست او احیا شد او یه فضیلتی پیدا میکند، چون که از سید شهدا سلام الله علیه نسبت به بعضی از ائمه این فضیلت دارد که ول ائمه من ولده کلمه تقوا هستند، از ولده هستند، دا تحت قبه او مستجاب است، تربت او شفا و تربت سایر قبور شفا نیست، با اینکه باطن همه اینها یکی است. راست ولی از سلام الله علیه باید لیظهره علی الدین کله را پیاد کند، از این جهت میشود افضل. نه، برای اینکه در حقیقت دین پیامبر را دارد اظهار میکند، اینا نسبت به خودشون میسنجن. اگر چون چه قرآن کریم مصدق تورات و انجیل است، مصدق اون تورات و انجیل اصیل و غیر محرف است اولا، و این آیه تصدیق کردن نشانه همسط بودن نیست ثانیا، برای اینکه آیات دیگر میفرماد قرآن مهیمن است. و همون بیان مرحوم کاشف و قطار رضوان الله علیه یه بیان بسیار جالبی که فرمود اگر قرآن نبود تورات و انجیل قابل موندن نبود، مسیحیت و یهودیت قابل موندن نبود. این قرآن است که یهودیت رو حفظ کرد، مسیحیت رو حفظ کرد،
تورات رو حفظ کرد، انجیل رو حفظ کرد، به ادیان گذشته آبرو داد، ولی که اونا حیثیتی برای انبیا نداشتن. تو این تورات انجیل محرف که قابل عرضه نیست، این تورات انجیلی که بسیاری از اوهام و اباطیل در راه پیدا شد، این قابل عرضه نیست، این قابل موندن نیست. در کتابی که دامن مطهر مریم علیها السلام به آلودگی نسبت داده شد، اون کتاب قابل موندن نیست، اون دین قابل دوام نیست. اسلام آمد انبیا را تطهیر کرد، تنزیه کرد، مریم علیها السلام را تطهیر کرد، تورات انجیل را نور معرفی کرد و موم. اینا ناچار شدن یکی پس از دیگر اون اسرار را فاش کنن یا بگوین از دست ما رفته است. وگرنه اگر تورات انجیل محرف را بخواهن عرضه کنن، هرگز قابل دوام نیست. بنابراین فرمود و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکب، یعنی بسیاری از مسائل را که قرآن دارد شما هم دارید و همه حرفهای شما را هم تصدیق میکند، یعنی همه حرفهای تورات و انجیل را، نیامد تورات و انجیل را نسخ بکند. اگر نسخ است در شریعت و شرع و منهاج است، یعنی در فروع جزئیه است، وگرنه خطوط کلی دین که ان الدین عند الله الاسلام، هیچیش نسخ نشد، البته تکمیل شد اما نسخ نشد. ولا تکون اول کافرین به، شما نسبت به اسلام از دیگران طبقت نگیرید که کفر بورزید. مشکین اگر کافرند، برای اینکه نه اهل بت پرستی هم، نه موحد نبودن، به نبوت معتقد نبودن، به قیامت معتقد نبودن. شما به الله و ربوبیت الله معتقدید، به فرشته معتقدید، به وحی و رسالت معتقدید، به قیامت معتقدید، چرا شما قبل از دیگران کفر می‌ورزید؟ گرچه اول کافر در اسلام هم اون وثنیین حجاز بودن، چون اسلام وقتی عرضه شد در مکه مشرکین بودن و مشرکین از در سبق زمانی قبل از اهل کتاب کفر ورزیدن، اما خدای سبحان در مدینه می‌فرماید به این که شما سعی نکنید که زودتر از دیگران کافر بشوید، چون شما که اهل کتابی، شما که اهل دیانتید، شما که وحی و رسالت رو پذیرفتید. یا در بین قومتون از دیگران در مسئله کفر سبقت نگیرید. ولا تکون اول کافرین به، چون اصل کفر ورزیدن گناه است و اگر کسی سنت کفر ورزیدن را در جامعه احیا کرد، تا اون سنت کفر ورزی باقی سعلیه وزر و من سنت، هر کسی که سنت این غلط گذاشت، گناهان بعدی هم دامنگیر او هم خواهد شد. اذا فهمت ولا تكون اول كافر به، اونگاه فهمت ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا. این یه معنای مشترک دارد نسبت به توده بنی اسرائیل، یه مصداق خاص هم دارد نسبت به علما. نسبت به توده بنی اسرائیل، هر کسی نقض عهد می کند برای دنیا، خدای سبحان فرماید شما اگر دست از دین بردارید برای دنیا، این متاع گرانبها را به ثمن کم فروختید. اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است، چون دنیا اصولا متاع قلیل است. نه اینکه اگر چنونچه پول زیاد دادن عیب ندارد و پول کم دادن عیب دارد، نه، همه دنیا را به شما بدن کم است، چون متاع دنیا قلیل. همود ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیل. اما اون تهدید مشترک و تهدید خاص به خطاب خاصی که به احبار و علما دارد، این است که شما کتمان نکنی. به شهادت آیات بعدی که می‌فرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، این میثاق خاصی که از علما و رهبان گرفته است که شما کتمان نکنی، حق را برای مردم بازگو کنی، در اینجا خطاب خاص دارد. می‌فرماید مبادا برای طمع دنیا تورات و انجیل را به میل خود تفسیر کنی، چون اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است و در برابر قرآن و وحی خدا به متاع کم اکتفا نکنید. ولا تشترو به آیاتی، که آیات الهی را بفروشید و متاع کم بخرید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، که از دنیا متاع قلیل. نه اینکه ثمنا قلیلا یه قید احترازی باشد که اگر ثمن کثیر شد مثلا عیب نداشته باشد، ثمن اگر قلیل شد عیب داشته باشد، نه، این قلیل ناظر است برای توضیح اون ثمن، یه قید توضیحی است نه قید احترازی. اصولا دنیا قلیل است، نه دنیا یه قسمتش قلیل است یه قسمتش کثیر، هم قلیلش قلیل است هم کثیرش قلیل، پس یه قید احترازی نیست، یه وصف توضیحی. فلا تشترو
به آیاتی دنیایی را که این دنیا سمن قلیل است، برخلاف اون چیزی که در جریان یوسف سلام الله علیه آمده است که به شرعه به سمن وقت در آهای معدوده، اون وقتی غیر احترازی این صفت مقیده است، اما این قلیل صفت مقیده نیست، اصل دنیا قلیل است. قل متاع دنیا قلیل، این چه نیست که دنیا دو قسم باشد، یک قسمش قلیل یک قسمش کثیر، و این قید قلیلن یک قید احترازی باشد. این که فهمد ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی ولا تشترو به آیاتی دنیا، که اونهای که الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره یه حساب دارن، اونهای که آخرت را به دنیا فروختن یه حساب دیگه دارن. قرآن درباره کسانی که آخرت را به دنیا فروختن میفهمد اینا به متاع قلیل فروختن، چون دنیا کم است ولی همش باشه. والحمدلله رب العالمین.